خداوند رحمان رحیم. عرض سلام و خدا قربت هم خدمت بچه های ریاضی دهم. از شما خدمت شما جلسه قبل ما یه سری مطالب بودن مربوط به درسنامه رو گفتیم، ما یه تیکه درسنامه باقی مونده، چون یه تیکه باقی مونده در درسنامه رو انشالله امروز ما تکمیلش میکنیم و به انتها میرسونیم. نهایتا یه چند تا نمونه سوال هم حل میکنیم که تکمیل این مبحثی باشه که ما گفتیم. از جلسه قبل اگر خاطرتون باشه، از جلسه قبل یک مثال هایی در مورد مساحت ما گفتیم. یه مبحثه، یه مطلب کوچولی باقی مونده بحث مساحت که اگر صفحه 24 رو باز بکنید، درسنامه صفحه 24، درسنامه صفحه 24 رو ببینید، تو صفحه 24 مثال 34 یه مطلبی داره بیان میکنه. مثال 34، خب این مطلب رو من میگم خدمت شما، بعد هلوش این مطلب میخوام بیشتر توضیح بدم. یه دکتر نقطه خیلی مهم رو درباره صحبت بکنیم. میگه در متوازی از آب سرده در شکل روبرو به عده قطر هست. این متوازی از رسم میکنم، آب سرده گفته به عده قطر و او رو طوری انتخاب میکنیم، ما نقطه او که در اینجا مساحت ADO 15 باشه و مساحت BOC 5 باشه. خب گفته مساحت ABCD چقدر میشه؟ مثل ABCD چقدر میشه اینجا؟ خدمت دوستان عزیزم عرض بکنم که اما اینکه اگر یه مقایسه داشته باشیم برای حل این سوال، یه مقایسه اگر داشته باشیم بین مساحت این دوتا مثلث، مساحت AOD و مساحت AOB، این دوتا اگر مقایسه بکنیم، اگر خاطرتون باشه جلسه قبل یادآوری کردیم که اینجا یه ارتفاع مثل آهاش بین اینا مشترکه، ارتفاعهاش مشترکه. خب آهاش مشترکه، پس نسبت مساحت میشه نسبت قاعده ها، درست شد؟ به این ترتیب نسبت مساحت میشه نسبت. مثلا اگر S1 باشه میشه S1 به 15، درست 15 به S1. خب این یه مورد. پایینش ها اگر همینجور مقایسه بکنیم، چون ارتفاعی که از اینجا رسم میشه مشترکه، مثلا سه کا مشترکه، دوباره این مثلا اس میشه 5، مثلا میشه دو سه، مثلا اس دو سه به 5 میشه مثلا اینجا این بالا برموشن رو میمیسن میشه اوده به اوبه، چون ارتفاع مشترکه میشه نسبت قاعده. پایین چطور؟ دوباره اوده به اوبه میشه. خب یه مقایسه اگر داشته باشیم بین این دوتا، میبینیم که نسبت مساحت این 15 به 1 مساوی بود به اوسه به 5 شده. حالا اگر دقت بکنیم دو مثلث AOD و سه اوده این هم مسئله شما هم برابر، چرا؟ چون ارتفاع های سه کا و آهاش با هم مساوی هست، یعنی سه کا مساوی با آهاشه، قاعده شنده مشترکه، اوده هم مشترکه. خب یعنی به عبارت دیگه اینجا میتونیم هم آوده و سه آده و سه و آوده رو با هم مساوی بگیریم. بعد از شما خدمت شما و بقیه
مسئله رو بخواییم حل بکنیم. به زبون ساده تر اگه بخوام به شما بگم مساحت این مثلث یعنی A O D و D O C، یعنی A O D و C O D چون ارتفاعشون مساوی و قاعدهشون مشترکه هر جفتشون میشن 15. درست شد؟ حالا این یکی A O B و B O C چون ارتفاعشون مساوی و قاعدهشون مشترکه پس جفتشون میشن 5. پس مساحت A B C D مساوی میشه با 5 به علاوه 15 میشه 20 در 2 40. مساحت میشه 40. خب این نکته مربوط به صفحه 24 است که خدمتتون عرض کردم. حالا نکته مربوط به نکات مربوط به صفحه 25 رو قبل اینکه من نکات مربوط به صفحه 25 رو خدمتتون بگم یه توضیح مختصری میدم که اصلا ببینیم چی بشه تو صفحه 25. از این نکته خیلی ساده شروع میکنیم بعد یه سری نکات رو بهش اضافه میکنیم. خب میگیم در یک متوازی عزلا، در متوازی عزلا آبسیده این نکته خیلی مهم، هر نقطه دلخواهی مثل M رو آیه روی A ببینیم. پس M به صورت دلخواه هستش روی A. M رو به C و D وصل میکنیم. به D و C وصل میکنیم. خب حالا مساحت مثلث MBC رو میخوام حساب میکنم. ارتفاع مثلث رو رسم میکنم. ارتفاع M هاش. خب مساحت MCD مساوی با یک دوم ام هاش ضرب در سه ده. این مساحت مثلث ام سی. مساحت متوازی عزلا به چه شکله؟ ببینید سه کا که با ام هاش برابره، نه هر دو اینا هاش. خب اگر اینجور باشه مساحت آ و سه ده میشه چقدر؟ میشه هاش ضرب در سه ده یا همون آبه. خب نتیجه مهمی که ما اینجا از این سوال میگیریم اینه که مساحت MCD اصلا تفاوت هم نمیکنه M کجا روی آبه باشه، مساحت MCD یک دوم مساحت آبه سه ده هستش. از مساحت MCD یک دوم مساحت ABCD میشه. خب این نکته مهمی که ما باید بلد باشیم. حالا من به این نکته چیز دیگر هم اضافه میکنم و اونم این که مساحت MCD اگر یک دومه، این مساحت MCD اگر یک دوم مساحت کل بشه مجموع مساحت های مثلث کناری هم همینقدر میشه، یعنی مساحت AMD علاوه بر مساحت AMD علاوه مساحت MBC خب اینا هم مجموعاً این دو تا مجموعاً نصف مساحت متوازی لازم میشه. این نکته اولی که امروز من خواستم خدمت رو عرض بکنم چون من این برای سرخه رو پاید میکنم نگاهی بندازی ببین اشکال و سوال چیزی هست بپرسید، حتی بپرسید که شاید اگه این کارش فراهم شد میپرسید و سوال مطرح میکنید ما انشاءالا جواب بتونید بدیم این کارش فراهم بشه. خب حالا بیایم یک مورد خیلی مهم دیگر هم بررسی بکنیم. از شما خدمت دوستان عزیز و همون نکته مهم هم اینه بچه در یک متوازی عزلا، فرض بکنیم در یک متوازی عزلا یه درست بکشیم در یک متوازی عزلا نیم
نیمسازهای زوایای نیمسازهای دو زاویه مجاور رو من رسم کنم. نیمساز زاویه آ و نیمساز زاویه B. اگه بخوام درست بکشم که شکل دری رو بیاد مثلا یه همچین سوری باید در بیاد. خب نه نیمساز زاویه خب سوال اینه نیمسازهای دو زاویه آ و ب همدیگه روی ام قطع میکنن. پس فرض ما اینه آ ام نیمساز زاویه آ و بی ام نیمساز زاویه بی. خب ما قبلا توی حل مسائلمون نکاتی داشتیم در مورد رسم نیمسازهای مجاور یک متوازه اضلاع. حالا ما نیمسازها رو رسم کردیم. اتفاق جدیدی که افتاده اینه که M یعنی نقطه برخورد دو تا نیمساز دقیقا روی زل قرار گرفته. خب باید ببینیم شرایط چه شرایطی هست که نقطه مهمی بهش اضافه میشه. این چیزی هستش که البته توی جزوه نیست و من دارم به شما میگم که انشالله به موقع خوب یاد بگیرید و یادداشت بکنید. خب ببینیم چه اتفاق میفته. اول اینکه ما میدونیم دو آلفا به علاوه دو بتا مساوی با 180 داره. پس آلفا به علاوه بتا میشه 90 درجه. یعنی آلفا به علاوه بتا میشه 90. خب پس اینجوری باشه زاویه M میشه زاویه 90 درجه. پس زاویه M مساوی با 90 درجه میشه. خب حالا ببینیم چه اتفاق میفته. زاویه M مساوی با 90 درجه است. اگر ما موازی مورب رو بگیریم یعنی این رو AB رو با دیگه موازی بگیرم AM رو مورب بگیرم آلفا این زاویه هم میشه آلفا موازی مورب. دوباره چی؟ AB رو با MC موازی بگیرم این دفعه VM رو مورب بگیرم بتا این یکم میشه بتا. چه اتفاق میفته؟ مثلث های AMD مثلث AMD متساوی ساقل میشه یعنی AD متساوی با AMD میشه. یعنی الان توی شکل ما این دوتا با هم برابر میشه. دیگه این طرف مثلث MBC دوباره BC و MC با هم مساوی میشن. MC و BC خب یا با هم مساوی شد. خب اگر این A باشه این میشه A اینم A میشه اینم میشه A. نتیجه مهمی که ما میتونیم بگیم اینه که زل بزرگ میشه 2A زل کوچیک مثل آده میشه آ دو برابر آده. پس زل بزرگتر اینجا در متوازه اضلاع دو برابر زل کوچکتر میشه. یه نکته یکی که بعضی از تست‌ها ما دیدیم که اومده. خب مساوی با دو آ حالا ممکنه از این چجوری سوال بدن یا اصلا چجوری پرتش بکنن. اینطوری ممکنه مرتب بده من یک مورد شما مثلا بنویسم که لازم باشه شما یه نگاهی به نکته سمت چپی بندازید و مثلا کدوم مثال رو میخواییم حل بکنیم؟ صفحه 25
مثال 35. خب گفته در متوازی اعضا آبسیده در شکل روبرون سی ام و دی ام به ترتیب نیم سازهای زاویه دی هستند، دی و سی هستند. نیم سازهای، ببینید نیم سازهای دو زاویه سی و دی روی ام هم دیگر رو قطع کردن، روی آبه در نقطه ام هم دیگر رو قطع کردن. این دقیقا معنیش اینه که این نکته که ما گفتیم اینجا دقیقا برقرار هست. خب یعنی اگر بخواییم نشون بدیم حالا بذاریم کامل بینیم سر گفته ام سی 6 ام دی 8 این 6 این هم 8 من گفته مساحت متوازی اعضا رو حساب بکنیم. خب من هم اینجوری میگم، میگم اولا با توجه به این نکته که اینجا گفتیم ما یه نامگذاری رو انجام بدیم، چیزی که ما اینجا داریم میبینیم این زاویه آلفا هست، این هم آلفا، این بتا هست، این هم بتا. خب موازی مورب باشه این میشه آلفا، موازی مورب دوباره این میشه بتا. خواهم این رو نتیجه بگیرم که طبق این مثلا که گفتیم حالا دارم روی این مثال دوباره تکرارش میکنم، زاویه M میشه 90 درجه. پس M اینجا هست، یعنی DMC مساوی با 90 درجه میشه. خب این یه مورد. اگر مساحت متوازی اعضا رو بخوایم باید هم ارتفاع رو داشته باشیم هم قاعده رو که دو هم ضرب کنیم تقسیم بر دو بکنیم. خب اینجا یه مثلث قائم الزاویه داریم با اعضای 6 و 8. ببین من جدا میکشمش از لاء مثلث قائم الزاویه مون 6 و 8. خب اگر فیثاغورس بنویسیم این دی نمیسیم، اینم بده. اگر فیثاغورس بنویسیم دست میشه 10. خب این دستمون شد 10. اگر مساحت متوازی اعضا رو بخوایم به حقیقت باید ارتفاع در قاعده رو حساب بکنیم، یعنی ارتفاع این مثلث رو باید حساب کنیم. من این ارتفاع رو رسم میکنم، ارتفاع ام هاش. خب پیدا کردن ام هاش راحته، خاطر شما چه قبلا یکی از فرمولای خیلی مهمی میشه گفتیم برای محاسبه ام هاش، ام هاش مساوی با یادتون باشه گفتیم این ضرب در این تقسیم بر وتر 6 ضرب در 8 تقسیم بر 10 48 تمام یا 4 و 8. خب ام هاش رو 4 و 8. خب حالا مساحت متوازی اعضا اگر بخوایم حساب بکنیم اینجا میتونیم مساحت این مثلث رو حساب کنیم، یا ببخشید ما اول طول ام هاش رو حساب کردیم ضرب در دی اس کنیم تقسیم بر پس اس ا به اس د میشه ام هاش ضرب در اس د 4 و 8 هم ضرب در 10 مساوی با 48. خب اگر فقط بخوایم با استفاده از همین نکته که اینجا گفتیم سوال رو حل بکنیم، حل مسئله به این شکله. میتونیم یه راه دوم یا براش در نظر بگیریم. یه راه اول ما راه دوم که این نکته رو با نکته قبلی با هم دیگه در نظر بگیریم، جفتش رو با هم در نظر بگیریم و با در نظر یه جفتش رو خب سرعت بکنیم. یعنی ما میدونیم که مساحت MBC هرچی که باشه یک دوم مساحت ABCD. خب اگر اینجوری باشه مساحت MCD رو حساب میکنیم ضرب در دو میکنیم، مساحت MCD هم باید حساب میشه دیگه، چکار بکنیم؟ 6 ضرب در 8 تقسیم بر 2، ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2، 6 ضرب در 8 دو بود چند؟ 24. خب از اینجا اس ا ب س د میشه چقدر؟ چه 2 تا 24 تا یعنی 48. خب یه نگاهی به این بندازید و ببینید به چه شکل هستش وضعیت این سوال، که انشالله اگر فرصت پیش اومد اشکالاتون رو الان صرف فرصت بخواید
بپرسید. من هلوش یک دقیقه صبر میکنم که قشنگ یه نگاهی به هم نکته بندازید و هم محل سوال. تو یکی دو تا مثال دیگه که توی جزء توی این صفحه 25 اومده حل بکنیم که این مطلب ان شاءالله تکمیل بشه. امیدوارم که مورد خاصی نباشه و مطلب رو خیلی خوب گرفته باشید. حالا سعی میکنیم دوباره یکی دو تا مثال دیگه از همین حد بکنیم، چون میدونم که این مطلب مطلبی که حتما نیاز به حل سوال و سوال داره. یکی دو تا سوال دیگه هم از این حل میکنیم که انشاءالله خیلی خوب بتونیم مطلب رو یاد بگیریم. خب توی همون صفحه 25 مثال 36 مثال 36 خب گفته در شکل روبرو آبسده متوازی رزلا است. این آبسده متوازی رزلا. خب بعد گفته اگر مساحتی متوازی رزلا برابر با 30 باشد، خب اس آبسده مساوی شده با C و MB مساوی با دو تا MA. MB مساوی با دو تا MA. MB رو مثلا M رو اینجا بذاریم که MB دو تا MA باشه. مساحت MBC چقدره؟ پس MBC از ما خواست. خب دوباره برمی گردیم این نکته هایی که تا الان خوندیم. یه چیزی ما یادمون هست که گفتیم که مساحت این مثلث MCD نصف مساحت متوازی رزله، یا این که گفتیم جمع این دوتا نصف مساحت متوازی رزله. خب اولا دقت بکنیم، فرض کنیم من ارتفاع این متوازی رزله رو بکشم MH. خب این ارتفاع هم ارتفاع MBC هم ارتفاع MBC و هم ارتفاع MRD. این سه تا ارتفاع با هم برابر. پس بخوایم اینجوری در نظر بگیریم، اگر اینو بگیرم S1 و اینو بگیرم S2، خب ارتفاعات مشترکن، پس نسبت مساحت ها میشه نسبت قاعده، یعنی S1 به S2 مساوی میشه AM به MB، یعنی یک دوم. خب این تا اینجا، یعنی اگر این S1 باشه این میشه 2S1. خب به ما گفته S ABS. خب تا اینجا شد S1 و 2S1. ما میدونیم که مساحت MDC مساحت MDC میشه یک دوم مساحت متوازی رزلا. خب یعنی هم یک دوم مساحت متوازی رزلا هم جمع این دو مساحتی، یعنی میشه یک برابر دو S1، یعنی سه تا S1. خب به این ترتیب اینجا هم ما سه S1 داریم. خب پس حالا اگه دقت بکنید S1 دو S1 و سه S1، S1 دو S1 و سه تا S1 جمعی رو میشه جمع میشه مساحت متوازی رزلا، یعنی میشه C. خب انجام S1 که میتونیم به دست بریم. خب اینجا خب یه بار دیگه مرور می‌کنم مطلب رو خیلی سریع. ببینید دقت بکنید
علمی دو برابر عالم شده. ارتفاع مثلث با مسافت S2 و S3 که میخواییم مقایسه بکنیم، ارتفاعشون مشترک یا مساوی. پس نسبت مسافت میشه نسبت قاعده ها، یعنی NB به AM. خب نسبت قاعده ها 2:1 اینجوری که سوال ما گفتیم. پس مساحت این 2 برابر مساحت میشه، یعنی 2S1 نمیشه S1. نکته دیگه این که مساحت S1 به علاوه S2 مساوی و مساحت MDC میشه. درست شد؟ خب پس یعنی اگر این 2S1 میشه 3S1. خب جمع همه این رو باید بشه چی؟ مساحت متوازی برد 3 و 2 5 و 6 تا S1 مساوی با 3، S1 مساوی با 5 میشه. S1 مساوی با 5، پس S2 که از ما میخواد میشه 2 تا S1، یعنی میشه 10. امیدوارم که این مطلب رو خیلی خوب یاد گرفته باشید. با این مثالی که عرض کردم خدمت شما، این نکته خاص در باره متوازی اجزا فکر میکنم به اندازه کافی در بارش مثال حل کردیم و انشاءالله خیلی خوب این مطلب رو یاد گرفته باشید. اگر انتهای بحثم اگر فرصتی شد، شاید در باره این یک دو تا مثال جدیدم حل کردیم. خب بازم این 30 ثانیه حساب میکنم تو یه نگاهی راحت بندازید و ببینید به چه شکله تا برسیم به بقیه بحث. امیدوارم این مطلب مربوط به متوازی اجزا رو خوب یاد گرفته باشید. تا من تختر پاک میکنم شما دعوت بکشید مجموعه تستتون رو باز بکنید. صفحه 22، مجموعه تست صفحه 22 از صفحه آخر شروع میکنید. یه سری نمونه سوالها رو حل میکنید تا یاد بگیریم چه شکل هستش و میان جلو. صفحه 22 چند تا نمونه سوال جدید سعی می‌کنیم حل بکنیم. یه مقدار سوال جالب‌تر و جدیدتری هم حل کرده باشیم. از شما خدمت شما آخر صفحه 22 رو اگر ببینید، آخر صفحه 22 سوال‌های 733 و 734 تست‌های کنکور همین سال 98 این پار سال بودن. ما این رو هم میکنیم که ببینیم به چه شکل از تست 734 تو جفت تست ها تقریبا یه موضوع رو میرسونن، یکی از میان رو هم میکنیم. 734 میکنیم اینجا مجموع تست صفحه 22. خب حالا تست 734 به ما گفته در یک روز زمان خطی وسط ساق ها رو به هم وصل میکنن مساحت اون رو به نسبت 3:5 تقسیم میکنن. یه روز زمان دلخواه داریم ما خطی که وسط های دو ساق رو به هم وصل میکنن، این وسط عاده، این هم وسط بیسه. خب مساحت نسبت مساحت اجزاها نسبت 3:5 تقسیم کنند، یعنی اگر این ام ام میان خط باشه مساحت بالایی به مساحت پایین، یعنی اس مثلا آ ام ان بی به اس ام ان سی دی 3:5 بود.
خب نسبت قاعده ها رو خواسته، نسبت قاعده های دو دنقه رو رو از ما خواست. خدمت دوستان عزیز هست شما که خب من یک دقیقه به تو وقت میده که قشنگ این سوال کار بکنم، یه راه نمایی هم میکنم. اون هم اینه که میان خط کارش اینه که میان خط ML اگه من اینو A بگیرم یا بگیرم B، میان خط نکتش این بود که اولا با قاعده ها موازیه، ثانیه میشه نصف مجموع دو قاعده یعنی آی برای به دو کن. بعد کار دیگه میان خط هم اینه که مثل میان خط مثلث ارتفاع رو نصف میکنی، یعنی اگر این هاش باشه این پایین، این تیکه پایین هم میشه هاش. خب با این راه نمایی شروع کنیم به حل کردن. تو من صورت یه سوال دیگر هم میشه رو بنویسم. بذارید اول همین حل بکنیم ببینیم چیکار می‌کنیم. خب فکر کنم با راهنمایی که من گفتم یه عدد سوال سخت نباشه. گفته AMLB به MCD شده 3/5. خب من مساحت رو تو به فرمول مساحت دو دنقه می‌نویسم. AMLB میشه مجموع دو قاعده یعنی A به علاوه MN ضرب در ارتفاع یعنی هاش تقسیم بر 2. پایینی چطور؟ B به علاوه MN مجموع دوباره ضرب در دوره هاش تقسیم بر 2. اینا رو ما گفته اندازه شون این نسبت شون شده 3/5. خب هاش دوم که با هاش دوم حذف میشه، A به علاوه MN تقسیم بر B به علاوه MN شده 3/5. خب من به جای MN جا گذاری میکنم، میشه A به علاوه I به علاوه B دوم تقسیم بر B به علاوه I به علاوه B دوم مساوی با 3/5 شد. یه نگاهی بندازی ببینی چی شد. ما به جای MN جا گذاری کردیم. خب اینا ها مرتبش میکنم، حالا میشه 2A به علاوه B تقسیم بر 2، پایین میشه 2B به علاوه 2A به علاوه A بخشه میشه 3A تقسیم بر 2، 3A به علاوه B تقسیم بر 2، پایین میشه 3B به علاوه A تقسیم بر 2. یه دوبار میزنیم میشه 3A به علاوه B به روی 3B به علاوه A مساوی با 3/5. خب این تا اینجا. حالا برای ادامه مطلب چون نسبت A به اون رو میخواد میتونیم دو طرف بالا و پایین تقسیم بر مثلا A بکنیم، تقسیم بر B بکنیم، فرق میکنیم. خب تقسیم بر B میکنیم، بالا و پایین تقسیم بر B میکنیم، 3A به علاوه B تقسیم بر B، پایین 3B به علاوه A تقسیم بر B مساوی با 3/5. خب میشه 3 تا A به اون، 3 ضرب در A به اون تفکیک بکنیم، 3 تا A به اون برای B بیوم یعنی 1، 3 تا B بیوم یعنی 3 به علاوه A به اون مساوی با 3/5. خب اگر A به اون مثلا ما X بگیریم، 3X به علاوه 1 تقسیم بر 3 به علاوه X مساوی با 3/5. حالا دیگه اینجا باید X ما به دست بگیریم، میشه 15x به علاوه 5 مساوی با 9 به علاوه 3. خب از اینجا 12x مساوی با 4، 9 منهای 5 میشه 4، x میشه 4 12 هم یا 1 3. خب یه نگاهی به حل
مسئله بندازید. تست مهمی هست چون امسال توی کنکور سال 98 این تست مطرح شده، خب سال خیلی مهمی هستش. یه مرور روی راه حلش داشته باشه تا مثال بعدی رو شروع با هم حل بکنیم. حالا که فهمیده باشید در مشکل خاصی در مورد امتحان نباشه، 733 هم مثل همین به همین روش حل میشه. خب بریم یه مثال دیگه از یه مبحث، یک مبحثی که از یک روش دیگه مساحت رو برای متشکل میکنه رو بگیم. خواهیم مثال 726 تو همون صفحه 22 تست 726 رو حل بکنیم. تست جالبی هستش. ویژگی این تست اینه که میاد مطالب مربوط به نسبت نویسی مساحت ها رو یه مقدار با خیلی کوچولو با تشابه با هم مخلوط میکنم. یه تست جالبی رو مطرح میکنم. یه در دو زنقه متساوی ساقل آبستده، در دو زنقه متساوی ساقل آبستده، خب در شکل مقابل با مساحت 45 نعس آبستده مساوی با 45 عوده مساوی با دو تا عوده، او محل برخورد بودس هاست، بوده مصابی با دوتا اوبه. خب آنگاه مساحت آ اوبه چقدر است؟ مساحت آ اوبه رو از ما خواسته. خب این مسئله تیپ مسئله تیپ جدیدیه عنوان نقطه، شاید بشه نقطه جدید میتونیم این رو در نظر بگیریم. مشابه این رو توی متواضع اعضا حل کردیم. خب اینجا چون بزرگ عرض شدیم این رو سوال جدید نداریم. ببینید بچه ها عوده مثلا با دوتا عوده شده، عوده دوتا عوده. پس من اگر عوده رو بگیرم x، عوده میشه 2x. خب اگر اینجوری بخوام در نظر بگیریم، ببینید بچه ها ارتفاع دو مثلث آ او ب و آ او د ارتفاعی که رسم میشه به اینشون مشترکه، پس نسبت مساحت ها میشه نسبت قاعده ها. ارتفاع آهاش به اینشون مشترکه، پس نسبت مساحت ها میشه نسبت قاعده ها. نسبت قاعده ها یک به دو، پس اگر این اس یکه میشه دو اس یک، اس یک و دو اس. خب تا اینجا مطلب بر ما مشخص شد. موضوع بعدی که اینجا داریم، آب و سده با هم موازی هم، مثلث های آ و ب و سه و ده با هم متشابه هم. ببینید موازی مورد بگیریم، این زاویه با این زاویه، این زاویه با این زاویه، یا اینجوری بگیریم به همون تالس خارجی که ازش حرف میداریم. آ و ب و سه و ده با هم متشابه هم. نسبت تشابه چنده؟ که یا نسبت تشابه میشه نسبت اعضایی که نظیره، یعنی یک به دو x به دو x، یعنی میشه یک دو. خب اگر اینجوری باشه، اگر اینجوری باشه ما نسبت زلای دیگه مثل او آ به او سر هم میتونیم به دست بیاریم.
ببینید او آب و سه دوباره همین نسبت میشه، این یک دوم مساوی با او آب او سه. ببینید او آب او سه میشم او به به او ده. او آب و سه شد چقدر؟ یک دوم. پس اگر این اس یکی پس نمیشه دو اس یک. خب حالا آوبه و سعوده با هم متشابه هم گفتیم نسبت تشابهشون یک دومه، پس نسبت مساحتشون میشه یک چهارم یا یک به چهار. من اگر این اس یک باشه این میشه چهار تا اس یک. خب ببینیم به چه شکل شدی این دو مساحت متشابه، نسبت تشابهشون یک به دوه، نسبت مساحت میشه یک به چهار، این اگه اس یک باشه میشه چهار اس یک. خب این اس یک هم چهار اس یک. حالا گفته مساحت زوزنقی 45 همه رو هم جمع میزنیم، اس یک برابر دو اس یک برابر دو اس یک برابر چهار اس یک مساوی با 45. خب 4 2 6 8 9 اس یک شده 45، پس اس یک میشه چقدر؟ 5. خب اینجا چی هم ما خواسته؟ مساحت آوبه همون اس یک رو از ما خواسته، عددش رو به دست بودیم. این سال ساله البته سال سنگینیه، فقط همین گذاشتم عنوان این که یه مدار مثاله دیگه رو حل بکنیم بعد بیریم سراغ این مثال. به این ترتیب شما الان میتونید اگر تا الان خوب پیش اومده باشید فهمیدن این مثال، بر شما کاری نداره. بازم یه نگاهی بندازید اگر جایی مشکلی سوالی هستش یادداشت بکنید، انشالله سر به این فرصت امکانش که فراهم بشه پاسخگوی سوالات شما هم باشه. میشون من اولوش یه 30 ثانیه صبر میکنم تا یه نگاهی به این راحت بندازید و اگر ایرادی داری ایرادتون یادداشت. امیدوارم که مشکلی توی این سوال نبوده باشه. یک تیپ از نمونه‌سوال‌های دیگه که به شما میدن مثالی که مثل مثال تست 714 میشه. خب گفته در شکل مقابل مثلث ABC رو در نظر میگیریم، مثلث درخا، بعد A پری مساوی با دو تا آسه، یعنی اگر A باشه این سه A پری دو برابر آسه. یعنی اگر این رو مثلا B بگیریم میشه دو تا B. خب AB مساوی با BB پری، آب رو باید خودش ادامه میدیم، یعنی اگر این سی باشه این میشه سی. بعد گفته به سه مساوی با سه سه پریم، به سه مساوی با سه سه پریم، یعنی اگر این ای باشه این میشه ای. خب گفته مسارت مسارت آب پریم به پریم سه پریم چند برابر مسارت آب رو زهرها رو با یه ضریب خاصی ادامه دادیم، یه دو برابر ادامه دادیم، یه برابر این هم یه برابر ادامه دادیم، با هم وصل کردیم. مساحت مثلث بزرگ این مثلث رو مثل چند برابر مساحت مثلث داخلی، مثل داخلی اگر اس بگیریم بزرگی چند برابر. خب این صورت سواله ما اینجا از یکی از سواله کاربردی و مهم برای قانون سینوس‌ها در مساحت هست که ما اینجا میخوایم استفاده کنیم.
آن سینوس هم مثلا به اون مفته که مسافت هم مثلث برابر است با حاصل ضرب یک دوم حاصل ضرب دو زد در سینوس زاویه B. مثلا یک دوم B سه در سینوس زاویه A. خب از طرف ما حواسمون هست اگر این A هستش این میشه سرعشد منهای A. خب اینجوری باشه ما میدونیم که سینوس سرعشد منهای A با سینوس A برابره. اگر همینجوری در نظر بگیریم این V این میشه سرعشد منهای B. این C این هم سرعشد منهای C. خب فکر میکنم با این راهنمایی که بهتون گفتم یه 30 ثانیه میتونم صبر بکنم که مساحت های مثلا مثلث A A پریم B پریم رو با A B C مقایسه بکنم از طریق قانون سینوس ها. قاعدتا با سینوس زاویه کار میکنیم که قابل حذف شدن یا قابل برابری کردن اینجور حرف بگیریم. یه 30 ثانیه صبر کنم تا اشاره ببینم چیکار میتونیم بکنیم تا شما اون رو بکنیم. خب امیدوارم خوب پیش رفته باشید و بتونید حداقل یکی از اینا رو مقایسه کرده باشید. ببینید مساحت مثلث A A پریم B پریم S A A پریم B پریم چه یک دومه دو B ضرب در دو C در سینوس سرعشد منهای A. دو به زبده دو سه زبده سه سرشون خب اینو مرتبش میکنم میشه سینوس ها سرشون میدونه که میشه خود سینوس ها یک دو با هم با دو میپره دو به سه سینوس ها. خب خود مساحت مثلث ها به سه چی میشه یک دو با به سه سینوس ها پس میشه دو زبده یک دو با به سه سینوس آ. من یک دوم سینوس به سه سینوس آ را ازش جدا میکنم. خب اینجا اگر دو بخواییم داشته باشیم پس اینجا باید چهار بذاریم. چهار ضرب یک دوم به سه سینوس آ درست شد؟ پس میشه چهار اس. پس این شد چهار اس. یه دوم دو به ضرب در دو سه پس این که سرعشد منهای آ. خب اینجوری باشه این رو هم میتونیم حساب بکنیم یک دوم اس آ پریم سه سه پریم آپریم سه سه پریم رمو ترکیب یک دوم سه به ضرب در آ ضرب در سینوس سرعشد منهای سی که میدونم همون زاویه سی دیگه سه به ضرب در آ در سینوس سی. دوباره مرتبش میکنم این میشه یک دوم میشه سه ضرب در یک دوم به سه سینوس آب سینوس سی آب سینوس سی که مشخصه که میشه سه تا اس. اینم شد سه تا اس. خب این شد سه تا اس. خب پایینی هم میخوایم حساب بکنیم. من خیلی سریع حساب میکنم پایینی ها اس ب ب پریم سه پریم ب ب پریم سه پریم یک دوم دو آ ضرب در سی در سینوس زاویه بی که یه میشه یک دوم آ سه سینوس بی رو جدا میکنم میشه دو اس
اینم شد دو. خب گفتیم مساحت آفریم افریم سفریم چقدره؟ چند برابر آبسه میشه؟ چهار رو سه میشه چند؟ هفت. دو میشه نو. یه دونه خودش میشه چند تا؟ ده. پس مساحت کل، مساحت آفریم افریم سفریم میشه ده تا S. و بازم یه نگاهی به حل مسئله داریم و دیگه پروردی بکنیم ببینیم که مشکل بسیدی اگر باشه. شانه که مشکل نبوده باشه. خب بچه صفحه 19 صفحه 19 مجموعه تست، تست 668 باز بکنید. خب گفته در شکل رو برون مثلا مربع آب سده رو داریم. ببین هر ذیل مربع مثلث متساوی الاضلاعی قرار دادیم. مساحت چهار ذیلی بزرگ یعنی آ پریم اف پریم ز پریم چقدر؟ خب من مربع ها رو میذارم. نسبت آفریم افریم سفریم دفریم مساحت مربع را خواستن. خب فرض کنید زیر مربع آ باشه. اگه زیر مربع آ باشه ما بیاییم بقیه شکل رو بفهمیم بچشیم. من آفریم افریم سفریم دفریم رو رسم میکنم. به نظر میاد آ پریم ب پریم س پریم د پریم یک مربع باشه. دو جور برای حل این سوال میتونید شما اقدام بکنید. روش اول اینه که ما بیاییم مساحت ها رو دونه دونه حساب بکنیم و جمع بزنیم. یه مساحت مربع بشه آ دو، آ ضرب در آ. مساحت مثلث مساوی الاضلاع هم دونه دونه جدا کنیم و حل بکنیم، محاسبه بکنیم و جمع بزنیم. حالا مساحت مثلث کوچیک اگر یادتون باشه مثالی جزء مثالی بود که از قبل هم حل کردم. یک دوم مثلا آ ضرب در آ در سینوس این زاویه، یعنی این زاویه 60 این 90 این 60 اینم 60 و این زاویه سوم به این زاویه به دست میاد 90 و 60 150 این زاویه میشه چقدر؟ خدمت شما عرض شود که 120 90 150 میشه. یه راه متداوله، اینی که بهتون گفتم که معمولا این راه راهیه که این مقدار طولانی هم هست. فکر کنید یه 30 ثانیه فکر کنید ببینید راه حل دوم این چیزی بزنید تو میرسه که مثلا انجام بدید. بمبار راه نمایی
میتونیم آپریم اپنیسیتون بپریم رو یک مربع در نظر بگیریم. یک مربع. خب مربعی که اثبات این که مربع کار ساده یه مسئله. ببینید این 150 این دوتا با هم مساوی هست. پس میشه 15 یا میشه 15. و همین ترکیب این هم 15 و این هم 60 درجه میتره. میشه؟ نه باید درشه. حالا برای محاسبه مصرف مربع میتونیم اینجوری در نظر بگیریم که S آپریم بپریم سپریم دپریم میشه آپریم سپریم ضرب داره بپریم دپریم تقسیم بر دو. این لوزی رو حساب بکنیم، یعنی حاصل ضرب دو وج تقسیم بر دو. خب من مثلا میتونم آپریم سپریم الان حساب بکنم یا بپریم دپریم حساب بکنم. خب برای محاسبه بفرین دفرین این مثلا آفرین سفرین اگه این آهاش بگیرم یا بگیرم هاش یا بگیرم کا آفرین هاش اگه زیر مربع مثلا آهاش آفرین هاش مساوی با سفرین کا مساوی با رادیکال سه دوم آه میشه. ارتفاع بارد بر قاعده در مثلث متساوی اضلاع رادیکال سه دوم زد. خب هاشکا چقدر میشه؟ همون زل مربع یا آمش چیزی مجرفت کردیم خب حالا برای محاسبه آپریم سپریم می‌نویسیم دو برابره، یعنی آپریم هاش برابر سپریم کا جمع این دوتا یا دو برابر رادیکال سه دوم آ به علاوه دو برابر رادیکال سه دوم آ به علاوه آ، یعنی رادیکال سه به علاوه آ. نمونه دقت کنیم اینو این جمعش میشه دو تا رادیکال سه دوم آ و اینا آ رادیکال سه به علاوه یک در آ. بچه ها خدمت دوستان عزیز آپریم سپریم مشخص شد. حالا مساحت آپریم بپریم سپریم بپریم میخوام حساب کنیم حاصل در آپریم سپریم همون بپریم بپریم بگیریم آپریم سپریم بپریم بپریم هم برابر. خب مساحت آپریم بپریم سپریم بپریم چه حاصل ضربه این دوتا تقسیم بر دو آپریم سپریم زده بپریم دپریم تقسیم یعنی رادیکال سه به علاوه یک به توان دو دیگه به توان دو آدی که مرتبش بکنیم میشه سه به علاوه یک اتحاد اول دیگه سه به علاوه یک بچه ها خدمت شما به علاوه دو رادیکال سه در آدو یعنی 4 برای دو رادیکال 3 در آدو. خب مساحت 4 دلی بزرگ اینجوری محاسبه شد. خب اگر بخوایم مقایسه کنیم مساحت و مساحت خود مربع، مساحت مربع که میشه آ به توان اگر این دو تا رو با هم مقایسه بکنیم مشخص میشه که از شما خدمت شما خب یه نگاهی بندازید ببینید به چه شکستش اگر ایرادی اشکالی چیزی توش هستش حالا یاد داشت بگوید همینجا این انشاءالله بتونیم به بهترین شکل اما تکمیلش بکنم تقسیم بر دو هم اینجا داریم و تقسیم بر دو این هم تقسیم بر دو این نگاه میزنید میشه دوی بعد به رادیکال سه آ دو نمیشه جواب میدید.
خب انشاءالله که جلسه مفیدی بوده باشه. بازم تاکید میکنم که روی مثال ها بیشتر کار بکنید. مثال دیگه شبیه همین باشه. انشاءالله بتونید سر فرصت اشکالاتتون رو بپرسید و برطرف. انشاءالله موفق باشید.